سلام، با خبر شش خوش آمدید. امروز جمعه 25 ماه دلو سال 1398 هجری خورشیدی است. در آغاز سرخط چند خبر. استقبال دبیر کل ناتو از تلاش های ایالات متحده امریکا برای رسیدن افغانستان و صلح. ما از تلاش های امریکا برای رسیدن به یک توافق با طالبان درباره کاهش خشونت ها استقبال می کنیم. هشدار معاون اول رئیس جمهور غنی با اعلام حکومت موازی. اگر تقلبی حکومت اعلان شد خواهد از چه می کنیم؟ ما حکومت مثل اعلان کنیم می مانیم. متهم شدن حکومت به کوتاهی در رسیدگی به پرونده های آزار و اذیت جنسی. اسنادی مبنی بر سوء استفاده یا آزار اذیت جنسی را اداره لویسانوالی با ما شریک بسازند که ما مبتنی بر او بتوانیم نظارت بهتر را انجام بدهیم. کمترین مصرف برق از سوی افغانستان در مقایسه با کشورهای منطقه. و مبتلا شدن شمار از کارمندان بهداشتی چین به ویروس کرونا. مشروع خبرها. دبیر کل ناتو در گفتگوی ویژه با تلو نیوز میگوید که تنها راه رسیدن به صلح پایدار در افغانستان روند صلح برهبری و مالکیت افغانان است. این مقام ناتو میگوید که از تلاش های ایالات متحده امریکا برای رسیدن به یک توافق با طالبان که بتواند زمینه گفتگوهای میان افغانان را فراهم سازد استقبال میکند. در همین حال مجله تایم در مقاله گفته است که اگر خلیلزاد در گفتگوهای صلح افغانستان پیروز شود، این کار میتواند در پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات امسال امریکا کمک کند. گلاب‌الدین غبار گزارش میدهد. یانس استولتنبرگ دبیر کل ناتو به تولو نیوز میگوید که طالبان باید اراده راستینشان را برای آغاز گفتگوهای میان افغانان نشان دهند. ما از تلاش های امریکا برای رسیدن به یک توافق با طالبان درباره کاهش خشونت ها استقبال می کنیم. چیزی که ما باید اکنون ببینیم این است که طالبان اراده واقعی دارند و توانایی این را دارند که کاهش خشونت ها را فراهم کنند. خوشبختانه این میتواند نخستین قدم به سوی گفتگوهای میان افغانان باشد. دبیر کل ناتو در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش خشونت‌های یک هفته‌ای قابل تمدید خواهد بود، میگوید که واشنگتن در این باره با همپیمانان ناتو رایزنی کرده است. اگر ما به طرف یک سال هم میریم، کورکورانه هیچ کسی به طرف آتش بست و صلح نمیره و یه همه چیز بنابر شرایط میباشه. اگر طالبا به فکر چل و فرید باشه، قوای دفاعی افغانستان و دوی افغانستان و ما زنده هستیم. با این همه مجله تایم در یک مقالهش درباره گفتگوهای خلیلزاد با طالبان نگاشته است که اگر خلیلزاد در این گفتگوها پیروز شود، این کار می تواند به پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آینده امریکا کمک کند و اگر خلیلزاد در این گفتگوها شکست بخورد، ایالات متحده امریکا در منجلاب جنگ در افغانستان که طولانی ترین جنگ تاریخ امریکاست باقی خواهد ماند. اگر به گونه مثال طالبان وارد آتش بس شوند، این واقعا شرایط خوب برای پیشرفت در افغانستان خواهد بود. ما دیگر نمی خواهیم که در افغانستان بیشتر از این که بوده ایم باشیم، اما ما نشانه های تهدید را در افغانستان از سوی داعش، القاعده و گروه های دیگر می بینیم. دبیر کل ناتو میگوید که از روند صلح به گونه جدی پشتیبانی خواهد کرد تا نهادهای دموکراتیک در افغانستان تقویت شوند و شهروندان افغانستان بتوانند راهی را برای نهایی سازی روند انتخابات که برای همه طرفها پذیرفته شود پیدا کنند.
شمار از اعضای خانواده های قربانیان جنگ و شهروندان کشور از طرف های درگیری می خواهند که دست از جنگ بکشند و صلح کنند. مادر که سه فرزندش را که پدرشان را از دست دادند سرپرستی می کند، می گوید که یگانه آرزویش تأمین صلح است تا فرزندانش در آرامش بزرگ شوند. در این میان زن دیگر که جنگ 8 سال پیش شوهرش را از او گرفته و با رنج بسیار 5 فرزندش را بزرگ ساخته، از طرف های درگیر می خواهد که خواستهایشان را از راه گفتگو به دست بیاورند و از جنگ دست بکشند. فریبا سادات گزارش می دهد. در آرزوی آمدن صلح برای 3 فرزندش مادری می کند و می گوید شوهرش را در راه دفاع از نظام از دست داد و اکنون نگران آینده فرزندانش است. او می گوید یگانه آرزویش این است تا فرزندانش در صلح بزرگ شوند. صلح آمدنی است و باید صلح بیاییم، به خاطر که ما زیاد ما پایمال شده، زیاد درد کشیدیم، از این بود دیگه درد نمیتونیم کشیدیم. می خواهیم در افغانستان صلح بیاییم تا دختر بچه دیگر در افغانستان بی پدر بی سرپرست نباشد. اینجا هم مادر 60 ساله زندگی می کند که 8 سال پیش شوهرش را از دست داد، اما می گوید که انتظار دارد تا به زودی صلح تامین شود و کسی درد از دست دادن عزیزانش را نکشد. مردم بی سرپناه شود، اولادا یتیم شود، زنا بیوه شود. این مشکلات مردم است. مردم ها روانی شد، پودری شد، از این خاطر نارومی. در کندهار نیز شماری از جوانان کتابخانه ای را به نام صلح گشودند. این جوانان میگویند که برای تشویق مردم به صلح و بازداشتن طرفهای درگیر از جنگ این کتابخانه را باز کردند. په افغانستان کې 45 کاله جګړه تیر شوې ده. افغانان ټوله د سولې تږی دي او موږ دا بهتره وبولل چې د سولې کتابتون افتتاح او خپله د دې نوم سوله ده. د انسانانو په ذهن کې تغییر راسي. زما په نظر باندې، په شخصي نظر باندې، انشاءالله دا ټولنه خدای تعالی پر قرار کړي. پایتخت نشینان نیز از سیاستگران کشور میخواهند که اختلافهایشان را کنار بگذارند و برای ایجاد اجماع ملی و هیئت گفتگو کننده صلح با طالبان بکوشند. زمان گوختنه د سیاسی احزاب څخه او سیاسي سیرو څخه دا چې حکومت سره کړي یو ملی اجماع جوړ کړي. دې تنظیما باید بشینن با دولت و اختلافات خود را حل بسازند. گزارش ها از نزدیک شدن نمایندگان آمریکا و طالبان برای توافق صلح خبر می دهند. اما در داخل کشور شماری از سیاستگران می گویند که تاکنون یک اجماع سیاسی برای ایجاد هیئت گفتگو کننده صلح وجود ندارد. عبدالرشید دوستان، معاون نخست ریاست جمهوری، هشدار می دهد که اگر نتایج انتخابات ریاست جمهوری بر بنیاد تقلب اعلام شود، وی حکومت موازی به رهبری عبدالله عبدالله را اعلام خواهد کرد. او که در مراسم یاد بود از امیر علی شیر نوایی و ظهیرالدین محمد بابر در شهر شبرغان سخن می زد، از تأخیر در اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری انتقاد می کند و می گوید که حکومت بر آمده از تقلب را هرگز نمی پذیرد. زهرا رحیمی در این باره گزارش دارد. معاون نخست رئیس جمهور غنی در این مراسم که برای یادبود از امیرعلی شیر نوایی و ظهیرالدین محمد بابر برگزار شده است، با انتقاد از تأخیر در اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری میگوید که حکومت برآمده از تقلب را نمیپذیرد. اگر اینجا هم تقلب صورت گرفت، رأی شما نادیده گرفته شد، باز اونجا یا تعدید یا پول ای گپا میرفت رای ما با معامله، همه گردنم شمشیر کارت مانده هم شوه، با دار او دار شویم. نمیپذیریم تقلبی اعلان انتخابات ها، نمیپذیریم. او که در این انتخابات از تیم ثبات و همگرایی پشتیبانی کرده است، از اعلام حکومت موازی هشدار میدهد. اگر تقلبی حکومت اعلان شد خواهد، اچه میگونیم؟ ما حکومت مثل ایلان کنه میمانیم؟ تیم ثبات هم گرایی؟ اما کمیسیون مستقل انتخابات در واکنش به این گفته های آقای دوستم از شفافیت در اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری اطمینان میدهد. تطبیق فیصله کمیسیون مستقل انتخابات از مسئولیت ها و مکلفیت های دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. نزدیک به 5 ماه از انتخابات ریاست جمهوری میگذرد، اما هنوز هم روشن نیست که چه زمانی نتایج این انتخابات اعلام خواهد شد.
دیدبان جهانی حقوق بشر حکومت افغانستان را در پیگیری پرونده های اتهام های تجاوز جنسی و کوتاهی متهم می سازد. این سازمان در اعلامیه گفته که در رسیدگی به دو پرونده اخیر آزار اذیت جنسی کودکان در ولایت لوگر و اذیت و آزار جنسی دختران فوتبال باز حکومت افغانستان ناکام بوده. این نهاد جهانی می گوید که فعالان جامعه مدنی که اذیت و آزار جنسی کودکان را در لوگر همگانی ساختند با تهدیدها روبرو شدند. اما لوئیس رنوالین گزارش دیدبان حقوق بشر را نادرست میداند و میگوید که در هر دو پرونده کارهای انجام شدند. مسعود انصار گزارش میدهد. دیدبان حقوق بشر در این اعلامیه حکومت افغانستان را به علت بازداشت نشدن عاملان آزار و اذیت جنسی دختران فوتبال باز به ناکامی متهم میسازد. پایگرد قانونی خشونت جنسی از دیر زمانی در افغانستان دشوار بوده است، اما مشکل زمانی بیشتر می شود که عاملان افراد زورمند باشند. این دو پرونده یعنی کودکان مکتبها در ولایت لوگر و دختران فوتبال باز در فدراسیون فوتبال افغانستان برای حکومت افغانستان یک آزمایش است تا نشان دهد که در پایان دادن به معافیت آزار اذیت جنسی حکومت افغانستان جدی است. حکومت افغانستان میگه ما کمیسیون ایجاد میکنیم و این کمیسیون بررسی میکنه و این نشان دهنده نمیاست که اینا سیاسی برخورد میکنن. در گزارش دیدبان جهانی حقوق بشر آمده است که مقام های محلی ولایت لوگر خواهان پایان بررسی ها درباره اتهام های بهره گیری جنسی از کودکان مکتب ها در این ولایت هستند و نیز فعالان جامعه مدنی که از بهره گیری های جنسی اطلاع رسانی کرده بودند با تهدید روبرو هستند. اسنادی مبنی بر سوء استفاده یا آزار اذیت جنسی را اداره لوئیس رنوالی با ما شریک بسازند که ما مبتنی بر او بتوانیم نظارت بهتر را انجام بدیم. در این میان لوئیس رنوالی گزارش دیدبان حقوق بشر را نادرست میخواند. این نهاد گزارش خود در خلای معلوماتی تهیه و به نشر سپرده. لوئیس رنوالی افغانستان به تمامی قضایا در روشنایی احکام قانون با رعایت موازین حقوق بشر رسیدگی کرده. دیدبان جهانی حقوق بشر از حکومت افغانستان می خواهد که برای تامین عدالت، پشتیبانی از قربانیان و کسانی که از رویدادهای آزار و اذیت جنسی کودکان و نیز دختران فوتبال باز اطلاع رسانی کردند، اقدامهای زودهنگام را انجام دهند. خانواده های غیر نظامیان که در حمله انتحاری 3 روز پیش در نزدیکی دانشگاه نظامی مارشال فهیم جان باختند، حکومت را به ناتوانی در تامین امنیت مردم متهم می سازند. در میان قربانیان این رویداد 8 پسر کاکا که همشان کارمندان بخش خدماتی دانشگاه نظامی مارشال فهیم بودند نیز کشته و یا زخمی شدند. در میان این قربانیان یک جوان 29 ساله نیز بوده که جمیل نام داشت و 3 ماه از نامزدیش می گذشت. زهرا رحیمی گزارش می دهد. مولاگل، جمیل، نعمت الله، حبیب الله و بابر 5 پسران کاکا و کارمندان خدماتی دانشگاه مارشال فهیم هستند که هنگام رفتن به کارشان به روز 3 شنبه قربانی حمله انتحاری شدند و 3 عضو دیگر این خانواده زخمی شده است. زخو یتیم سلامه، زنور نغارم بل مسلمان یتیم سی، زما پلار غن نور خلق شهیدان سی، بچان واره واره پات نسی، یتیمان نسی. بلی از خدا، بلی از قرآن، بس است. بسیار جور ما دیدیم در این افغانستان. دیگه ما صلح میخواییم. اعضای خانواده های این غیر نظامیان حکومت را به کوتاهی در جلوگیری از حمله های انتحاری متهم میسازند. و یک نان خوش تیر کردن میتونه سگار را اعلام میکنه. با ما چی رقم تیر میشه؟ خام خواب یاده، پرجان، همچرا جان، این دست کتاست. در میان این پسران کاکا، جمیل که 29 سال داشت به تازگی نامزد شده بود. یک نفر یک چاقو تیر کردن میتونه، یک انتحاری چطور میایده دانه یک؟ ایچی استاد میشه و بس ایچی میکنه؟ دی طالبان نم گفته نداده، دی حکومت نم گفته نداده، و او رو ترسو جنگ، ترسو جنگ، دقیقا 5 زمرسوم، خود دقیقا دماغ خبر طول دنیا آوری. وزارت امور داخله پیش از این شمار کشته شدگان غیر نظامی را در این رویداد 2 تن و شمار زخمیان را 8 تن گزارش داده بود. تعداد قربانیان این رویداد تروریستی به 8 تن رسید و 10 تن دیگر مشمول 5 تن از افراد ملکی زخم برداشتند. در قسمت شهیدا کمک‌هایی در نظر گرفته شده برشان، به خواسته و مشکلاتشان رسیدگی صورت خواهد گرفت.
تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. ادامه خبرها. مقام‌های بهداشتی چین میگویند که بیش از 1700 کارمند بهداشتی این کشور به ویروس کووید 19 یا کرونا مبتلا شدند. در همین حال امروز بیش از 120 تن دیگر که به این ویروس مبتلا بودند جان باختند. با این همه باشندگان شانگهای از ادامه حالت فوق العاده در این کشور انتقاد میکنند. به روز جمعه 121 تن دیگر که به ویروس کووید 19 یا کرونا در چین مبتلا بودند جان باختند. با گفته مقام‌های بهداشتی این کشور بیش از 5000 تن دیگر تازه به این ویروس کشنده مبتلا شدند. از سوی هم کمیسیون بهداشت ملی چین نزدیک به 20 گروه پزشکی را به علت کمبود پزشک به ووهان فرستاده است. برای درمان بهتر بیماران در شرایط بحرانی ما سیستم اکسیژن‌دهی برای بیماران و تجهیزات دیگری پزشکی را آورده ایم و با این تجهیزات ما بیماران را معاینه می کنیم. گروه ما 139 نفر است. ماموریت اصلی ما این است که از بیماران در شفاخانه مواظبت کنیم. این شفاخانه 62 بستر دارد. پزشکان را که ما به اینجا آورده ایم در بخش های بیماری های عفونی، قلب و ریه تخصص دارند. در همین حال برخی از باشندگان شهر شانگهای چین از ادامه حالت فوق‌العاده در این کشور انتقاد دارند. نیاز نیست که حالت فوق‌العاده باشد. بسیاری از مردم تب ندارند و به ویروس مبتلا نیستند و خوب هستند. این بسیار دشوار است که در حالت فوق‌العاده به سر ببریم و اکنون بسیاری از تلاش‌ها برای اداره در آوردن این ویروس انجام شده است. فکر می‌کنم به زمان بستگی دارد. اگر اوضاع جدی باشد باید حالت فوق‌العاده ادامه داشته باشد. با این همه شمار قربانیان این ویروس کشنده به بیش از 1400 تن می رسد و بیش از 63000 تن دیگر به این ویروس دچار هستند. چند گزارش کوتاه از جهان. رئیس جمهور ترکیه که به پاکستان رفته است می گوید که مسئله کشمیر با نبرد گالیپولی که همانا جنگ خلافت عثمانی ها با ائتلاف بریتانیا و فرانسه بود هیچ تفاوت ندارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز با همسرش وارد پاکستان شد. عمران خان نخست وزیر پاکستان برای استقبال از اردوغان به میدان هوایی اسلام آباد رفت و خودش برای اردوغان رانندگی کرد. نشست مونیخ با حضور رهبران و مقام‌های کشورهای گوناگون جهان در آلمان آغاز شده است. این نشست تا شام روز یکشنبه ادامه خواهد داشت و در آن درباره مسائل امنیتی کشورهای جهان گفتگو خواهد شد. و این هم چند خبر اقتصادی. شهروندان افغانستان در مقایسه با شهروندان کشورهای منطقه کمترین انرژی برق را مصرف می کنند. بر بنیاد یافته های یک نهاد پژوهشی در افغانستان مصرف سرانه برق به کسانی که از شبکه برق دولتی استفاده می کنند 150 کیلووات در سال است، در حالی که این رقم برای یک شهروند هند و یا پاکستان به بیش از 700 کیلووات در سال می رسد. زبیح‌الله جهانمل گزارش می دهد. در حالی که مصرف سرانه برق در جهان سالانه بیش از 3100 کیلووات برای هر فرد تعیین شده است، اما در افغانستان هر فرد به گونه میانگین سالانه تنها 150 کیلووات برق مصرف می کند. شمار از شهروندان کشور کمبود جدی برق و بلند بودن هزینه های مصرف برق را از علت هایی می دانند که حتی در بسیاری موارد تنها از برق برای روشن کردن خانه هایشان استفاده می کنند. در طول 24 ساعت که برق نه 1 ساعت می باشد. در به یک ساعت هم که من باز که بله برق هم از دو چند از او با بالاتر پیسیش زیاد می برق است قیمتش بلند است دیگه، مردم غریب نمیتونه زیاد استفاده کنه. امو در خانه یک گروپ به جای دو امو جا دو گروپ هم اوردر می باشم خو یک گروپ بند میکنه. در امین حال شرکت برشنا می پذیرد که به علت های گوناگون بیشترین مردم تلاش دارند در مصرف برق بیشتر صرفه جویی کنند. طرفه را که ما سرش کار داریم که طرفه یکسان باشن، خود به خود مردم استفاده از وسایل برقی اتکا نمودن بالای برق زیادتر میکنند. مصرف اندک برق و متکی بودن بیشترین مردم به سوخت بدیل برق در کشور
گذشته از رکود اقتصادی چالش‌های بزرگ از جمله افزایش آلودگی هوا را به وجود آورده است. شماره از آگاهان اقتصاد با در نظر داشت هزینه بیش از 4 میلیارد دلار در پروژه های برق‌رسانی در سال‌های گذشته در کشور می‌گویند که نه حکومت افغانستان و نه هم جامعه جهانی در تامین برق دوامدار و باثبات برای افغانان موفق بودند. و یک شرکت داخلی با وارد کردن ابزارهای آرایشی از 100 شرکت معتبر اروپایی تلاش دارد به کارگیری از ابزارهای آرایشی معتبر را در کشور ترویج کند. مسئولان شرکت HB میگویند که در فروشگاهشان برندهای معتبر از ابزار آرایشی و عطرها و بانوان عرضه خواهد شد. از سوی هم یک بانوی افغان که در بخش مود و فشن در آلمان کار می کند می گوید که با حل مشکلات ناامنی در کشور تلاش خواهد کرد تا در این بخش کاروبارش را در سراسر افغانستان گسترش دهد. رقابت های چهارجانبه فوتبال به پاس خدمات ناکامورا مدت رسان ژاپنی در ننگرهار آغاز شد. در این پیکرها 4 تیم از ولایت های ننگرهار، کابل، خوست و لغمان حضور دارند و برای درود با هم رقابت می کند. ما هم به پاس خدمات شایسته ایزوی یک یاد بوده داشتیم و تورنمنت ورزشی فوتبال در ایجه بران داختیم. هم آشنایی در بین ولایت های ما پیدا شد و هم به خاطر از اینکه ما بتانیم از تمام افغانستان نمایندگی بکنیم و به خاطر عرش گذاشتن به ناکامورا مسابقه را برگزار کردیم. در نخستین بازی این پیکارها تیم لغمان توانست 3-2 نمایندگی کابل را شکست بدهد و در دومین دیدار این رقابت ها تیم ننگرهار 2-0 در برابر تیم خوست به برتری رسید. تورنمنت ناکامورا لپاره جوړ شوی دی چې ډیر خدمتونه د افغانستان خلکو لپاره او د مشرقي زون د ننګرهار ولایت کې ډیر خدمتونه کړی دي. این در حال است که چند قبل ولایت ننگرهار میزبان رقابت های مجزنی به پاس خدمات این کمک رسان ژاپنی دکتر ناکامورا بود. حریف باز محمد مبارز مشخص شد. باز محمد مبارز ورزشکار برتر رشته مبارزات آزاد کشور به تاریخ 3 اپریل سال روان میلادی در سازمان ACA برابر حریفش وارد قفس خواهد شد. حریف مبارز در مسابقه بعدی از فتلی سافراژینو از کشور جمهوری چک است و این مبارزه در شهر مسکو روسیه برگزار می شود. این در حال است که مبارز در آخرین مسابقهش به مسافه دنیس کناکوف از روسیه رفته بود و با نتیجه نزدیک تن به شکست داد. اکنون می توانید نشرات تولو نیوز را به گونه زنده از وبسایت دریا.نت و اپ دریا نیز ببینید. خدا نگهدار.